بودو بینم. سری الا رو پیدا میکنی، اسمی که بعدش اومده مستثناست. این یک الف اینجوری بگی که بعدن جزا مستثنامنش کدومه؟ این عامل از کی جدا شده؟ مستثنامن بچه گزینه نیستا، نذارین الف به جیم ها کلمه رو پیدا کنین، این تست نیستا. بعضی دارن میزن الف به جیم این پنج تا چیز رو باید این تو پیدا کنی بنویسی تو برگت. عامل مستثناست، مستثنامنش کیه؟ عمال. آها، چون عامل از اون جدا شده. این یک به هست، ببین یک الف یک به، مفعول مطلق الف نوعش به، هر کدوم 25 صدومه ها. مفعول مطلق رو پیدا کن، کافیه بگردی دنبال دو کلمه همریشه، اولی فعل دومی مصدر، مصدر بعدش صفت یا مضاف الیه میشه نوعی، اگه بعدش هیچی نیاد میشه تأکیدی. حالا تو بگو مفعول مطلق من کدومه و چیه؟ آفر دو تا کلمه همریشه پیدا میکنم، شاهد و مشاهده، این مفعول مطلقه، بعدش صفت اومده. خب پس این میشه مفعول مطلق، تا همینجاش 25 صدوم میگیری، چون اینم نوعی هم که هست. حالو پیدا کن ببینم حال کدومه. و ضمیر پیدا نمی کنم، باید بدم دنبال مشتق نکر منصوب، ببینم حال کدومه. من حالو با آبی نشون میدم، باره ببینم حال کدومه. آفرین، خیلی خوبا. خلیفتن رو شک کردی، ولی میگه تو، ما تو رو خلیفه‌ای قرار دادیم، این حالت اون نشون نمیده. اما چی میگه؟ کارگران در کارخانه با نشاط کار میکردن، اینم حال منه. منادا، آقا منادا، تو رو خدا منادا رو برید با سبز من نشون میدم. منادا با سبز رو هوا تموم شد. اسمی که بعد از یا میاد داوود، مثل خبر حروف مشبه. این خیلی خبر، خبر حروف مشبه. بریم با نارنجی نشونش بدیم. خبر حروف مشبه، حروف مشبه چی بود؟ ان لکن لعل لیت. اینا یه اسم دارن یه خبر. خبرش اگه گفتی کدومه؟ اگه بعد از مصدر هیچ چی نیاد میشه تأکیدی آیدین. مرسینا، انا رو داشتیم، انا از تشکیل شده از ان به اضافه نا، جعلنا میشه خبره حروف مشبهه. بسیار خوشم اومد از این کار. الان می نویسه آقا اسلوب حذف از 25 صدوم داریم، میگه اسلوب حذف رو پیدا کنید. ببین تو رو خدا، الان اسلوب حذف الف یا به؟ الف یا به؟ بدو بگو الف یا به. اسلوب حذف دو تا شرط داشت، جمله باید منفی باشد. عزیز من این جمله مثبته، این جمله منفیه، پس جواب همینه. تو رو خدا اینجا رو نکن. در کدوم گزینه اسلوب استثناء اومده؟ یعنی دو تاش حصره، یکیش اسلوب استثناست. اسلوب حصر در جمله منفی می آید. جواب منفی مثبت، منفی دو. و اما یک الا یک و نیم رو محل اعرابی داریم. اینو بگم و تو این ده دقیقه کارو تموم کنم. تا حالا دیده بودی تو دو ساعت کل عربی 12مو درس بدم با مطالب پایش؟ بچه یک الا یک و نیم نمره به شما جملاتی میدم و زیر کلماتی خط میکشن، شما باید نقشش رو پیدا کنی. ببین این چیزی که الان برات اینجا مینویسم، بعضی از بچه‌ها تو ترکیب وصفی هم ایراد داشتن، ازم الان درس میدم اینو. شما یه جمله رو نگاه کن، ببین با فعل شروع شده یا اسم. اگه با اسم شروع شده بود که اسم اول مبتدا، اسم دوم خبر. اگه فعل بود، ببین معلول یا مجهول، مجهولا رو بهت یاد دادم دیگه، مجهولا با او شروع میشن، ماضی او، مضارع او. اگه با مجهول شروع شد، اول فعل بعد نائب فاعل. اگه فعل معلوم بود، ببین لازم یا متعدی، لازم متعدی درس دادم. اگه لازم باشه دو رکن است، داره فعل و فاعل، اگه متعدی باشه فعل و فاعل و مفعول. حالا شما حروف مشبهه رو یاد گرفتی، نمیدونم اسمشون و خبرشون همه اینا رو یاد گرفتی. اما اینو خیلی بچه ها ایراد دارن، ترکیب وصفی اضافی. بچه هر وقت تو اسم به هم دیگه اضافه شن، ترکیب به وجود میاد. ترکیب ها یا اضافیان یا وصفی.
در ترکیب اضافی اسم اول مضاف، اسم دوم مضاف، نه در ترکیب وصفی اسم اول موصوف، اسم دوم صفت. این خیلی مهمه. ترکیب اضافی دلالت بر مالکیت داره. وقتی میگیم کتاب دانش آموز یعنی کتاب مال دانش آموزه، دلالت بر مالکیت داره. ولی وقتی میگیم کتاب مفید یعنی کتاب مال مفیده، نه. بعد شما تو فارسی از کجا تشخیص میدین ترکیب وصفی و اضافیه؟ کافیه که ترکیب و معنی کنی آخرش است یا تر بذاری. اگه معنی داره ترکیب وصفی، اگه معنی داره ترکیب اضافیه. من میتونم بگم کتاب مفید تر معنی میده، اما نمیتونم بگم کتاب دانش آموز تر. اگه تر و است بذارم معنی بده، اون ترکیب ترکیب وصفیه. کتاب مفید است معنی میده، اما کتاب دانش آموز است معنی نمیده. یادمون باشه که این خیلی مهمه. یه چیز دیگه هم داریم، ببینم نگفتم اینم بهتون بگم. ما یه سری حروف داریم به نام حروف جر. حروف